در اینجا قصد دارم در رابطه با یک سری ساختارها در جمله سازی صحبت کنم که اینها میتونن در مکالمات پیشرفته و در بالا بردن سطح در واقع اسپیکینگ به ما کمک کنن. دقیق بفهمید دوستان، فرض کنیم که ما میخوایم بگیم ورزش و ورزش کردن مفید است. یک جمله بسیار ساده، ورزش کردن مفید است، یعنی یک عمل رو میخوایم بگیم، یک صفت رو میخوایم نسبت بدیم به یک عمل. ورزش کردن مفید است، درس خواندن ضروری است، یا مثلا رفتن به مدرسه مهم است. ها، رفتن مهم است، خوندن ضروری است، ورزش کردن مفید است و غیره. همچین جملات رو ما به چه صورت میتونیم بگیم؟ خب دو تا روش هست برای گفتن همچین جملاتی. مثلا همون جمله اول رو در نظر بگیرید. ما میخوایم بگیم که ورزش کردن مفید است. خب ورزش کردن دوستان میدونید اکسرسایز هست. اکسرسایز به معنی ورزش کردن هست. و مفید هم که هلپفول یک کلمه خیلی مناسب هست برای مفید. خب من به دو صورت میتونم بگم. یکی این که ورزش کردن رو بیام بهش ing بدم. ببین ورزش کردن یعنی exercising is helpful. ورزش کردن هست مفید. Exercising is helpful که خیلی ساختار شبیه فارسیه. و یک راه دیگه اینه که بیام اول صفت رو بگم، یعنی اینجوری بگم مفید است. چی مفید است؟ ورزش کردن. خب در این صورت جمله رو با it is شروع میکنیم، یعنی میگیم it is helpful. helpful است، مفید است. it is helpful چی؟ to exercise. یعنی اینجا باید اگر جمله رو با it is شروع کردیم باید دیگه فعل به صورت چی؟ مصدر باشه، to به اضافه فعل باشه که بهش بگیم infinitive. پس اگر به حالت اول بگیم که بیشتر شبیه فارسیه به فعلمون ing میدیم، در حال فعلی که اول جمله است بهش ing میدیم. اما اگر اول صفت رو آوردیم مثل it is helpful، فعلمون رو باید مصدری بیاریم، یعنی to به اضافه فعل. پس به این صورت exercising is helpful یا it is helpful to exercise. it is helpful to exercise. خب اما یک جمله دیگه میخوام بگیم درس خوندن مهمه. ها، درس خواندن مهم است. اینو اول شما سعی کنید بگید دوستان، به هر دو صورت سعی کنید حتما بگید. خب حالا دقت بفرمایید که ما به چه صورت میتونیم بگیم درس خواندن مفید است. من میتونم به این صورت بگم استادی که درس خوندن هست، استادینگ یعنی آی ان جی بهش بدم، ایز مهم، ایمپورتنت. ها، استادینگ ایز ایمپورتنت. یا میتونم بگم ایت ایز ایمپورتنت، مهم است. چی مهم است؟ درس خوندن. تو استادی، ایت ایز ایمپورتنت تو استادی. پس استادینگ ایز ایمپورتنت یا ایت ایز ایمپورتنت to study. خب اما یک جمله دیگه رو هم میخوایم مثال بزنیم. مثلا میخوایم بگیم رفتن به مدرسه ضروری است. خب پس ببینید دوستان، قبل از اینکه ادامه بدیم یک نتیجه میتونیم بگیریم. هر وقت خواستیم از جملهمون رو اینجوری شروع کنیم، رفتن، گفتن، دیدن، نوشتن، اینا دقیقا معادل همون فعل ing دار توی انگلیسی هست. پس رفتن، گفتن، نوشتن، بودن، اینا همشون فعل ing دار توی انگلیسی هست، معادل فعل ing دار در انگلیسی هست. پس من اگر بخوام بگم رفتن به مدرسه، going to school، ها، going to school is necessary، ها، ضروری است، لازم است. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.